سلام به همگی، امروز میخوام یکی از محصولات لیدل رو بهتون معرفی بکنم که برای خودم هم خیلی جالب بود که چه مزه‌ای میده و چطوری میشه خوردش و شاید هم تا حالا دیدینش و امتحانش نکرده باشید. این محصول صدف رو من از لیدل خریدم به اسم میس موشل، که موشل به معنی صدفه و میس هم اسمشه و خوشبختانه امروزم تو لیدل حراج بود، چون واقعا نمیدونستم که چه مزه‌ایه. گفتم که حالا که امروز حراجه و نصف قیمت شده بخرم و درستش بکنم. طبق اطلاعاتی که روش نوشته خیلی جالب بود برام که فهمیدم امروز اینا حیوانای زنده هستن و من اینو نمیدونستم، یعنی فکر میکردم که اینا خب صدف دیگه، یعنی اون موجود داخلش مرده و راحت میشه اینا رو پخت، ولی مثل این که اینا زنده هستن و خیلی هم باید به این موضوع توجه بشه، چون که توضیح داده روش که اگر صدف ها بسته بودن حتما مصرف کنید. اگر دیدیم یک صدفی وازه، یه مقداری اون دوتا کفیش از هم دیگه بازه، اول فشارش بدیم، اگه کفی ها بسته شد که خوبه، اگر نه اون صدف رو حتما بندازیم دور. بریم ببینیم که قراره چی در بیاد توش. خب طبق چیزی که رو خود دستورالعملش نوشته، درش رو باز میکنیم و این صدف رو با آب سرد میشوریم. خب آب سرد هم باز میکنیم و میشونش. اینایی هم که نوشته که درش بسته است اوکیه، اینا که اینجوری درش بازه میندازیم دود، بعضیش هم شکسته است. یکی از چیزهایی که تو فیلم های یوتیوب برای پخت این صدف دیدم، نوشته این صدف هایی که درش بازه به این صورت، اگر فشارش دادیم و درش بسته نشد اینو باید حتما دور انداخت. بر همین ما تمام اینا رو یه دور چک میکنیم و صدف هایی که به این صورت هست و میندازیم میره. یک کیلو صدفی که داشتیم، یکی دوتاش که پوست اضافه بود که ایناز، بقیهش میشه گفت این مقدارش بازه و یا شکسته است که باید بندازیمش دور. بخوام بشمورم، 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16، نزدیک 17 تا دونه صدف رو باید بندازیم دور. خب من یه بار دیگه این آبی هم که از این مونده شما ببینین، یه مقداری انگار شن و ماسه توش هستش، دوباره من این صدف رو میشورم که حسابی تمیز باشه. اینا همه در بسته هستش. اینا شد 18. Thank you.
جایی پیش رفتیم که صدفا رو شستیم. یه چیز جالبی که پیش اومد این بود که من یه تعدادی از صدفایی که دراش باز بود و تست کرده بودم و ریخته بودم توی این ظرف که بندازم دور، دوباره نگاه کردم دیدم که دراشون بسته شده، برای همین منتقلشون کردم دوباره به همین ظرفی که اینجا هست که آماده باشن برای پختن. برای پختنش هم چیز خاصی احتیاجی نیست، یعنی ساده ترین روش پخت رو دارم امتحان میکنم که سیر و پیاز رو خورد کردم با یکم روغن، الان تفتش میدم و ادویه هایی هم که به کار میبرم یه مقداری همین ادویه های ایرانیه، فلفل سیاه میزنم بهش و سیر، پودر سیر. اینم که زردچوبه هست که اضافه میکنم، یه مقداری هم کاری بهش میزنم چون طعم کاری رو ما خیلی دوست داریم و نمک، البته روش نوشته شکر ولی توش نمکه. خب همونطور که میبینین من توی قابلمه یه مقداری روغن ریختم، الان پیاز داغ و سیر رو بهش اضافه میکنم. توی دستور پختای مختلفی برای پخت این صدف وجود داشت ولی من ساده ترین رو انتخاب کردم که ببینم مزه واقعیش به چه صورته. و توی آلمان توی این مرحله پخت هویج، انواع سبزیجات هم اضافه میکنن چون که این مواد داخلش رو میخورن همراه صدف، ولی من چون نمیخوام که اون مواد رو بخورم فقط برای طعم دادنش از سیر و پیاز استفاده کردم. میذارم یه مقداری این سیر و پیاز شیشه رنگ بشه، یه مقداری نرم که شد صدف رو بهش اضافه میکنم و ادویه میزنم. میخوام خیلی ساده ساده بپزم که واقعا ببینم مزه خود این صدف به چه صورتی هست، آیا خوشمزه هست یا نه. من خودم برای اولین بار دارم این کار رو امتحان میکنم ولی همیشه دوست داشتم که این صدف رو بخورم ببینم که چیه، چون خیلی تعریفش رو شنیده بودم از آلمانیا، میگفتن خیلی خوشمزه و مقویه. حالا امتحانش میکنیم. خب همونطوری که گفتم پیاز رو اضافه کردم، یه مقداری تفت دادم، حالا یه خیلی کم بهش زردچوبه، سیر، فلفل سیاه اضافه میکنم با یه مقداری نمک، همش میزنم و حالا صدفامونو به قابلمه اضافه میکنم و روش آب میزنم. پودر کاری من یه مقداری میزنم و یه همم بهش میزنم. خب در مورد بو بگم، صدفا بوی بدی نمیدادن. من چون خودم روی بو خیلی حساس هستم واسه همین خیلی دقیق چکش کردم، یه مقداری خیلی کمی، خب نرماله که بو میده ولی خیلی خیلی کمه، یعنی باید خیلی از نزدیک بو کنید و تا بتونید بوش رو متوجه بشید. الان آب رو اضافه کردم، حدود 8 دقیقه میذارم که این صدفا با در بسته قابلمه بپزه. اینم در قابلمه و میذاریم 8 دقیقه دیگه میایم سراغش. خب الان 8 دقیقه گذشت، تمام صدفا دهناش باز شده و این نشون میده که این صدفا پخته شدن. حالا ما اینا رو زیر قابلمه رو خاموش میکنیم و میریزیم توی ظرف که خنک بشن. تا اینجا هم بوی بدی اصلا نمیده، بوی همون پیاز و سیر و ادویه هایی که بهش زدم رو گرفته. کافی باشه.
این صدف ها تا اینجا پخت. حالا میریم که تستشون بکنیم. خب صدفامون همه دهناش باز شده، همونجور که میبینید پخته قشنگ و بوی بدی هم اصلا نمیده به این صورتیه که میبینین. حالا من میخوام امتحانش کنم ببینم که چه مزه‌ایه. اصلا بد مزه نیست. یه مزه شبیه مرغ میده، یعنی اصلا مزه ماهی یا یه موجود دریایی رو نداره، یه مقداری مزه شبیه مرغه. چیز بدی نی؟ من فکر میکردم اینقدر خوب باشه. حتما امتحانش کنید، خیلی مزه باحالی داره. این هم از خوراک صدف امروز. فکر میکنم تجربه خوبی بود، خیلی چیزا تونستم یاد بگیرم و اصلا هم فکر نمیکردم که این صدف ها زنده باشن، چون توی یخچال نگهداری میشن. برای من خیلی خیلی جالب بود. بعدها دوباره چیزایی که از لیدل بخرم یا فروشگاه های دیگه توی آلمان و تا حالا تست نکرده باشیم و باز فیلم میگیرم براتون میذارم. حتما کانال من رو سابسکرایب کنید تا از فیلمایی که میذارم با خبر بشین. زنگوله یادتون نره.